از زندگی نامه خواننده مجالس عروسی تا کنسرت و به شهرت رسیدنش چی میدونید؟ آرون افشار متولد 1 تیر 1377 در مشهد، خواننده پاپ و آهنگسازه. در یه خانواده هنری بزرگ شده و حالا در عرصه موسیقی پاپ حرفی برای گفتن داره. بیشتر شهرتش از آهنگ جانم باش شروع شد و حالا عضو شرکت آوای فروهره. وحید افشار با نام هنری آرون افشار به عنوان فرزند بزرگ خانواده در شهر شاندیز مشهد به دنیا آمد. پدرش حبیب افشار خواننده بوده و تنها یه برادر متولد 1390 داره. از سال 84 وقتی 7 سال داشت، همزمان با ورود به مدرسه موسیقی رو با تشویق‌های پدر نوازنده و خواننده‌اش شروع کرد. خودش میگه پدرم به شدت سختگیر بوده و همین سختگیری‌هاش به نفعم تموم شد. وحید به همراه پدرش از همون دوران کودکی در عروسی و مراسمات مختلف تجربه خوانندگی رو کسب کرد تا اینکه به سمت یادگیری ساز گیتار رفت. اون همچنان به عنوان خواننده مراسم تا نوجوانی به شدت فعال بود. از سال 94-95 آهنگ‌های مختلفی ساخت، اما هیچ کدوم تأثیر چندانی نداشت. تا اینکه توسط معین راهبر کشف و به شرکت آوای فروهر برده شد. اول نام هنری آرون رو براش انتخاب کردند. تا اینکه از سال 96 که 19 ساله بود با انتشار آهنگ جانم باش به آهنگسازی آقای راهبر به شدت مورد توجه قرار گرفت. گروه نوت‌دونی آثار این خواننده را به صورت تمام و کمال نوت نویسی کرده و در وبسایتش در اختیار کاربرانش قرار داده. بیشتر شهرت آرون افشار از فروردین سال 1398 در ویژه برنامه نوروز خندوانه به دست اومد و حالا در برنامه‌های مختلف تلویزیون از مهمانان ثابت به شمار میاد. آقای افشار که هنوز ازدواج نکرده میگه که خیلی زوده. بهش هنوز فکر هم نکردم و تا به این سن عاشق هم نشدم و به نظرم بهترین سن ازدواج 30 تا 35 ساله. در 28 دیماه 1398 آرون برای اولین بار در سالن برج میلاد به تهیه کنندگی شرکت آوای فروهر به روی صحنه رفت و با تسلط کافی این کنسرت رو اجرا کرد. از معین راهبر به عنوان برادرش یاد میکنه که نقش بسزایی در دیده شدنش داشت. با این حال برند آرون افشار متعلق به شرکت موسیقی بوده و اونها از سهامدارانش هستن. این آقای خواننده بسیار شلخته و تنبله و ماشین به شدت کثیفی هم داره. خیلی دیر هم از خواب بیدار میشه و تا حالا صبح زود رو هم ندیده. شکمو و عاشق کبابه. دوست داره با دست غذا بخوره و بعد از شهرت و ثروتی که به دست آورده خیلی ولخرجی میکنه. به ورزش فوتبال علاقه زیادی داره و خودش هم فوتبال بازی میکنه. از طرفداران دو آتیشه ی تیم استقلاله، اما ترجیح میده در مسابقه‌هایی که میکنه به اون موضوع اشاره نکنه. صدای بهنام بانی و بابک جهانبخش رو دوست داره، ولی به نظرش با اینکه شرایط موسیقی روز به روز بهتر میشه، اما پشت پرده مافیا نمیذاره افراد ماندگار باشن.